دوباره خوش آمدین. پیک پگارا بیننده هستین و تلویزیون پیکان. سپاس از تک تک شما که تا حال ما را تحمل کردین و مهمان پذیرفتین. خوشبختانه در این لحظات مهماندار هستیم. مهمان ما دکتر صاحب جمشید مجیدی است که با شعرهای خیلی زیبا و مقبولش آشنایی دارین. شعرهایی که تمام ما را سر احساسات میره، واقعا زیادترش میهنی و دوست داشتنی هست. و امروز هم یک شعر خیلی زیبا و مقبول تهیه کردن که به شما به خوانش میگیرن. امیدوار هستم که خوشتان بیاد. دکتر صاحب صبحتان بخیر، عید گذشته مبارک. تشکر، زنده باشین. سلام احترامات خدمت شما، خدمت تمام بینندگان تلویزیونی پیکان، خصوصا کسایی که برنامه زیبای شما را پیک پگار را تماشا میکنن. و یک سلام گرم سیمانه خدمت تمام همکاران تخنیکی که در روزهای عید و در این روز زحمت میکشن. دیگه عید گذشته را برای تمام مردم و تمام ملت افغانستان تبریک میگم. زنده باشین دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین. خوشحال هستیم که در یک دیگه از برنامه ها بازم مهمان نیما را پذیرفتین و دعوت شدین به برنامه. تشکر از شما که دعوت. حتما شعرهای جدید هم روی دست دارید دکتر صاحب، چون دکتر صاحب همی بیکاری از لحظاتی که دکتر صاحب بیکار میمونه از بیکاری خود استفاده کرده و شعر می نویسن. اما من فکر نمی کنم در سه روز عید بیکار مانده باشین. اما این را بگوین که کدام وقت امو آل هوای شعر است که در سه روز عید امو شعر کدام شعر آمد یا نامد؟ بله، یک غزل نوشته کردم تقریبا. اون من در برنامه گذاشتم، من گفتم هوای شعر وقت ساعت شب است، 12 یک شب است که فضا بسیار فضای آرام است، فضایی هست که اونم وقت الهام شعری میاد. از شما میشنویم این غزل را که گفتین نوشتین. مشکلاتم گر اسیر مشکلاتم، خنده و لب میزنم، شکر آن که در حیاتم، خنده بر لب میزنم. شهر ما بازار رنگ است، رنگ رنگ بازی زیاد، زندگی صبر است نجاتم، خنده بر لب میزنم. شکوه روزگار ندارم، او نصیبم را نوشت، ای خدا دین است ثباتم، خنده بر لب میزنم. زندگی یک امتحان است، زندگی یک امتحان است، هرچه باید خود نوشت، چون که شیطان نیست ذاتم، خنده و لب میزنم. جسم تو خاکی است انسان، روی تو باشد ازرق، جسم تو خاکی است انسان، روی تو باشد ازرق. آدمم آخر وفاتم، خنده بر لب میزنم. خیلی عالی و مقبول. مشکلاتم نامش بود. واقعا که تمام ما یک مشکل خاص خود امروز داریم. حالا ای که میخندیم، ای به این معنا نیست که اصلا ما خالی از مشکل هستیم. هر کس یک مشکل به خصوص خود داره. مرد کسی است که با مشکلات مقابله کرده و لبخند میزنه برای دنیا. دقیقا، واقعا شعر زیبا و عالی بود. من خودم یکی از علاقمندای خاص شعر شنیدن دکتر صاحب هستم و همیشه وقتم که فرصت شده و جای شیشتیم کنار ازی که ما یک همکار هستیم، یه افتخارم جناب دکتر صاحب بر ما داده که ما دوست رفیق هم هستیم. باز وقتی که میشینیم حتما از دکتر صاحب میگیم که یک شعر بخواد. چقدر خوب دکتر صاحب، این شعر دمی سه روز عید نوشتیم یا پیش از عید؟ بله، دمی سه روز عید یک شب دوم بود، همونجا یک هوایش آمد قلمه گرفته. کجایی دی کردن رفتیم؟ والا روز اول عید که خانه پدر رفته. چقدر خوب. بعد از همین دوستای دور نزدیک بود، دوقدر به خاطر از اینکه پیام کرونایی را از طرف خود رئیس جمهور و وزارت صحت آمد، یک هشدار داد که موج سوم کرونا یک موج بسیار خطرناک است، باید مردم احتیاط و هوشیار باشند. و خواستم که هم اقارب از ما آزرده نشه و هم همی تدابیری که به حساب اعلان کردن، همی پیام هایی که وزارت صحت عامه ایران به نظر گرفته باشه، کسایی را که نرفتیم از طریق موبایل یا اینترنت یا فیسبوک برایشون عید تبریکی دادیم و معذرت خواستیم که این تو یک مشکلات است، باید
بسیار خوب. دکتر صاحب میگه ایدی گرفتن سن و سال نداره. شما که نزد پدر جان رفتین روز اولید از جان ایدی گرفتین یا نگرفتین؟ والا یه جمع روی نشد بخاطر که میرفتین دیگه. بخاطر که یک وقت ما تا سنایی که خورد بده میگرفتیم از پدر، از مادر، از کاکا، از تمام اقارب که بزرگ بودن ایدی میگه، ولی که طرف آینه سعی میکنیم ریش خودم سفید شده. اما تو اجازه نداده میگه، یعنی گفت همه در پدر بگویم که پدر جان شما ایدی بیتیم بریم. در زمانی که شما کودک بودین، طفل بودین، این چگونه تجلیل میشد؟ چقدر تفاوت کرده ایدی او وقت تا ها؟ بسیار تفاوت کرده. او وقت یک اید، یک شور شوق بسیار خاص خود داشت، خصوصا پیش از اید کل مردم آمادگی تدابیر دیگه. متاسفانه در این چند سال اخیر که میبینین از یک طرف جنگ خانمانسوز دامنگیر مردم افغانستان است، از طرف دوم این ویروس کرونا که یک ویروسی است که تمام جهان تکان داده از خطراتش. واقعا امی ایده که امی گذشت، ما بسیار یک بی‌علاقگی به مردم دیدم، بسیار مردم پریشان دیدم، بسیار مردم در این حالت دیدم که بسیار به تشویش بودن. از یک طرف کرونا است، از یک طرف جنگ است، و یک خوشی دیگر که مردم بسیار خوش بودن در این یک کم و بیش بخاطر همین آتش بس سه روزه که از طرف مخالفین دولت چه کردن. و ما از خداوند متعال میخواهیم که این آتش بس دائمی شوه، مردم ما به یک سال سر تا سر زندگی بکنه بسیار خوب است. و تفاوت ایدا تا ایدای گذشته ای هست که مردم بسیار پریشان حال هستن، بسیار در بدر از نگاه جنگ، از نگاه اقتصاد، بیکاری به اوج خود رسیده. دیگه آرزوی من از خداوند اینمی است که خداوند یک سال سر تا سر ای را در افغانستان تامین بسازه و این مردم شاد شد. انشالله آرزوی تک تک ما افغان ها همی است. دکتر صاحب برای کی های ایدی دادین؟ راست بگیم دیگه مجموع اولین ایدی که من امسال دادم به تیم کامره که در خانه تشریف آوردن، از پیک پگاه از خانه دیدن میکردن، دیگه او را دادم کامره ندادم به خاطر که چی نباشه. اما من امروز دادم کامره ایدی میگیرم به خاطر از اینکه ما از جناب رئیس بیدی هم مثالا دریافت میکنیم و بعد از این شما هم به خود بقبولانین که هر ایده که میه بعد از این باید برای ما ایدی بتیم، چون نفر دوم هستین. ما همیشه از شما اجازه میگیریم بیرون میریم داخل میریم، و دکتر صاحب بزرگ ماستین، باید امروز برای ما دم کمره ایدی بتیم. گفتان قبول است. من تمام همکارای من بسیار دوست دارم، عضو یک، من فکر میکنم اینجا که می در عضو یک فامیل واری است، به خاطر که از مشکلات یکی دیگه، از جگرخونی های یکی دیگه، خوشحالی های یکی دیگه با خبر است. و در هر جایی که کار میکنیم باید عضو فامیل واری باشیم، یکی دیگه رو درک بکنیم. درست است، من ایدی هم میتون براتون، اما اید گذشته روز چه من روز دومه دامده بودم، من اینجا قدید امرای دکتر صاحب اینا بودم دیگه، بازم ما حاضر آمده هستم. ایجی مرتمن میتیم، اما فکر نکنم که جناب دکتر صاحب در پیش کمره ایدی بده، چرا که او در برنامه گشته کنم که ما رفتیم بودیم پیش کمره نداد جناب دکتر صاحب ایدی کنه، اما که بودم میتن جناب دکتر صاحب. ما از شما کدام مادیات نمیخواییم ایدی بگیریم دکتر صاحب؟ یک پارچه شعر دیگه هم از شما ایدی میخواییم. یک پارچه شعر دیگه هم همینجا گفته میره، یک روز پیش از ایت گفته بودم. چقدر خوب. دیگه اگر اجازه تون وقت برنامه باشه. اجازه هستیم. مشتایم از شما. هنوزم در زبان عرف نجات است، سخن از دین و قوم و هم جهاد است. نگفته اینچونین دینت مسلمان، به نام این آن اینجا تضاد است. شده مفزار کافر ای برادر، ببینین دشمنان مسرور و شاد است. اگر است مسلمان اختلاف چیست؟ اگر است مسلمان اختلاف چیست؟ چرا امت به جان خود جلاد است؟ مسلمان دین اسلام دین صلح است. مسلمان دین اسلام دین صلح است. بیا که زندگی مانند باد است.
کنیم ما گفتگو حکم خدا هست، کنیم ما گفتگو حکم خدا هست، با نفرت خون خون ریزی زیاد است، با نفرت خون و خون ریزی زیاد است. یک جام تشکر از جناب دکتر صاحب بابت شعرهای مقبولتان، بابت گفت و شنید های مقبولتان. واقعا خوشحال شدیم شما را امروز هم در کنار خود داشتیم. تشکر، من از شما از تیم تکنیکیتان تشکر میکنم که چند دقیقه ما را تحمل کردن حرفای ما را، و تمام بیندگان تلویزیون پایکان تشکر میکنم که چند دقیقه ما را تحمل کردن. تحمل شما خوشایند است جناب دکتر صاحب. خوشم آمد. خوشم آمد.